فصل سوم ویروس ها تصور کنید که در یک کافی شاپ محلی یک جعبه موسیقی قرار دارد که اگر دکمه دو پنج را بزنید آهنگی را میخواند که سرود آن به این صورت است یک سکه پنج سنتی دیگر بیانداز در جعبه موسیقی من فقط دکمه دو پنج را دوست دارم و فقط موزیک و موزیک و موزیک داگلاس هافستور سالها پیش شاید میلیون ها سال قبل از طریق تکامل ارگانیسم جدیدی پریدار شد. البته اگر بتوان آن را ارگانیسم نامید. این چیز جدید یک ویژگی غیر معمولی داشت. اینکه که میتوانست به سیستم تولیدی مثل ارگانیسم های دیگر حمله کند و آنها را وادار کند که یک کپی از خودش تولید کند. ما میتوانیم این مخلوق را ویروس بنامیم. ویروس ها در سه دنیای متفاوت که همه ما میدانیم زندگی می کنند. دنیای اول بیولوژی ارگانیسم ها شامل انسان ها گیاهان و حیوانات است اینجا جایی است که ویروس ها اولین بار در آن کشف شدند گیاهان تنباکو آنها را گرفتند و به ما انتقال یافتند اینک تعداد بیشماری از ویروس های بیولوژیکی روی زمین و کپی های بیشماری از هر کدام از آنها وجود دارد آنها هنوز دلیل اصلی بعضی از بیماری های لاعلاج، سربل علاج یا کشف نشده به شمار می روند. از سرماخوردگی معمولی گرفته تا ایدز یا بدتر از آن دنیای دوم هیته ای که ویروس ها در آن زندگی می کنند دنیای مصنوعی کامپیوترها، شبکه ها، داده ها و برنامه نویسی است. ویروس ها در این دنیا کشف نشدند، بلکه اختراع شدند و برنامه نویسی شدند. در یکی از بزرگترین رویدادهای کامپیوتری، رابرت موریس دانشجوی دانشگاه کورنل یک آزمایش غیرمجاز روی یک شبکه کامپیوتری ملی تحت بودجه دولت انجام داد او برنامه ای نوشت که برای کپی ساختن از خودش و نصب روی هر یک از کامپیوترها در شبکه طراحی شده بود اولین ویروس کامپیوتری یک خطای کوچک در برنامه باعث شد که این کار که انتظار میرفت متوقف شود ادامه پیدا کند و با میلیون ها کپی از خود کل شبکه را متوقف و ساعت ها شبکه را فلج کند. مقامات دولتی این حک لحظه ای را بسیار جدی گرفتند و دانشجوی بیچاره را متهم به جرم فدرال کردند. برنامه او که به کرم اینترنتی معروف شد شکلی از ویروس کامپیوتری بود. او دست روی یک قدرت تقریبا نامحدود که یک ویروس میتواند داشته باشد گذاشته بود. و همزمان کنترل خود را از روی ویروسی که خود خلق کرده بود از دست داد. امروز واژه ویروس کامپیوتری معروف است. اما این شکل الکترونی از ویروس ثابت کرده که علاج آن به سختی ویروس های بیولوژیکی است. یک صنعت آنتی ویروس در این رابطه به پا خواسته و روی این حقیقت تاکید دارد که درک برنامه های کامپیوتری بسیار آسانتر از درک DNA است. به روز رسانی منظم برنامه ها با نام های مانند واکسن، دکتر ویروس و آنتی ویروس کامپیوترها را از همه ویروس های معروف در امان نگه داشته. اما ویروس های ویرانگر بیشتر و بیشتر تولید می شوند. سرعت بالا، ارتباط عالی و توانای زخیر سازی کامپیوترها آنها را تبدیل به هدف جذابی برای خلافکاران و محیط خوشایندی برای ویروس ها کرده. دنیای سوم موضوع اصلی این کتاب است دنیای ذهن، فرهنگ و اندیشه اینجا دنیایی است که در آن تغییر الگو اتفاق میافتد. از یک مدل قدیمی تکامل فرهنگ بر اساس نوآوری و تسخیر به یک مدل جدید بر اساس میمیتیک و ویروس های ذهن تغییر الگو می دهیم. ویروس های ذهنی هم قابل کشف هستند و هم قابل اختراع. می توانند به طور طبیعی تکامل یابند یا به طور آگاهانه خلق شوند. در سال 1978 در دهکده کوچک در کشور گینه جمعیت بسیار متحدی از مردم به طور هدفمند خودشان را با نوشیدن ترکیبی از سیانور، والیوم و فلوراید کشتند. آنها میدانستند که میمیرند. در مورد اینکه دیگر چه چیزهایی میدانستند می توانیم حدس و گمان بزنیم. آیا می که پاداش بزرگتری در زندگی بعد منتظران هاست؟ می که اطاعت از دستورات رهبرشان جیم جونر وظیفه آنهاست؟ آیا می که اگر از ایمان خود پیروی کنند همه چیز درست می شود؟ کاملا واضح است آنچه آنها می به آنها آسیب رساند. آنها از روی غریزه آن صبر را ننوشیدند. بلکه پیرو برنامه نویسی میم بودند که منجر به مرگ آنها شد. چرا پپسی میلیون ها دلار برای پخش آگهی هایش هزینه کرده تا افراد را در حال نوشیدن محصولات او نشان دهند که همواره تکرار می کنن آها چرا بعضی داستان های عجیب و غریب جاودانه می شوند؟ چرا بعضی نامه های زنجیری در سراسر جهان مدام در حال پخش شدن هستند و گویی توقف ناپذیرند؟ پاسخ همه این سوال ها برمیگردد به ویروس های ذهن ذهن دارای همه امکاناتی که یک ویروس برای زیست نیاز دارد می باشد. مانند سلول ها و کامپیوترها. در حقیقت جامعه ما دارای ارتباطات فوری و دسترسی سریع به اطلاعات است. هر روز به عنوان میزبان پر از دفاع و آسایش برای ویروس های ذهنی در حال رشد است. <موس> یک ویروس چیست؟ به یاد داشته باشید که مفهوم ویروس برای هر سه قلم رو بیولوژی، کامپیوتر و ذهن به کار می رود. در ابتدا نگاهی داریم به کارکردهای های ویروس های بیولوژیکی. ما نمی توانیم بدون اشاره به کپی کردن درباره ویروس ها صحبت کنیم. به هر حال کار ویروس کپی کردن است. از خودش کپی برداری می کند فقط بنا به یک دلیل ویروس تا این حد برای ما موضوع مهمی محسوب می شود و آن حقیقت این است که یک ویروس از ما به عنوان آزمایشگاه برای کپی برداری از خودش استفاده می کند و در پی آن آشفتگی به جای می گذارد. یک ویروس چیزی بیش از یک انگل است. بیش از یک نفوذگر یا یک کپی بردار انانگو سیخته. یک ویروس همزمان هر سه مورد هست. ویروس هر چیزی است که از تجهیزات کپی برداری بیرونی برای کپی برداری از خود استفاده می کند. یکی از دلایلی که باعث ویروس‌ها را جدی گرفت این است که کپی برداری از خود، تکرار خود قدرتمندترین نیرو در جهان است. جایی که عددی یک بود، حالا 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256 و الی آخر هستند. بزرگ شدن به وسیله دو برابر کردن روش نمای نامیده می‌شود. خیلی سریع کار می کند تا هر فضایی را که خالی است پر کند. یک بمب اتمی به این روش کار می کند. یک اتم شکافته باعث می شود اتم های دیگر شکافته شوند که به این ترتیب اتم های بیشتری شکافته شده که همه آنها انرژی ساطع می کند. انگامی که فضای قابل دسترس داخل بمب پر می شود بنگ در مورد یک ویروس بیولوژیکی معمولی تجهیزات کپی برداری که به تصرف خود در می آورد در سلول ارگانیزمی است که مورد حمله قرار گرفته. سلول ها از آن تجهیزات برای امور معمول خود استفاده می کنند. مانند تولید پروتئینها، ها دو برابر کردن اسیدهای نوکلئیک و آمادگی برای تقسیم شدند. ویروس به سلول نفوذ کرده و تجهیزات کپی برداری را فریب داده تا با کنار گذاشتن کار خود یا همزمان با کار خود از ویروس نیز کپی برداری کند. من همیشه این تصویر را در ذهن خود دارم که یک ویروس به شکل سرنگی است که سر سوزن خود را وارد یک سلول کرده و برنامه ژنتیکی خود را تزریق می کند. طوری که ساختار سلول شروع به کار کرده و سرنگ های بیشتری تولید می این تصویر ذهنی کمی مسخره است اما کمک می کند تا مفهوم را بهتر درک کنم. در هر جایی که ساختار کپی برداری وجود دارد ویروس ها می توانند حضور داشته باشند. شبکه های مدرن کامپیوتری که به طور خاص برای کپی کردن و انتقال داده طراحی شدند هدف اصلی هکرهای بدخواه و شرور بودند تا ویروس های مصنوعی تولید کنند و نسبتاً سریع این کار را کردند. برخلاف ویروس های بیولوژیکی همه ویروس های کامپیوتری معروف مصنوعی هستند و انتظار نیز همین است چرا که کامپیوتر را به طور خاص برای حداقل رساندن جهش ها یا تحریف داده ها طراحی می شوند جهش عبارت است از خطا در کپی برداری به عبارتی یک کپی ناقص به جای رونوشت دقیق نسخه اصلی تولید می کند. از آنجایی که بشر کامپیوتر را با نیت تسهیل امور برنامه نویسی و آن را برای ما طراحی کرد جای تعجب نیست که خلق ویروس هایی که در این واسطه زیست کنند برای ما آسان باشد به عنوان مثال خیلی آسان تر از مهندسی هر گونه ارگانیسم مبتنی بر DNA، ای. اما DNA ای توسط انسان ها به منظور برنامه نویسی خلق نشد DNA دارای داره یک ساختار منطقی بهرست های چندگانه یا استاندارد های همپوشانی ورودی خروجی مورد تایید بین المللی نمی باشد. گمان می کنم هنوز زمان زیادی باقی است تا ما یاد بگیریم از DNA ای یک ارگانیسم کامل خلق کنیم به همان صورت که برنامه نویسان کامپیوتر از تراشی از زبانه های برنامه نویسی یک نرم افزار خلق می کنند. در هر جایی که کپی برداری باشد یک ویروس می تواند حضور داشته باشد میلیاردها سال تنها کپی برداری قابل توجه که ادامه داشته در مورد دی ای و مولکول های همراه بوده. بعضی ویروس های بیولوژیکی با نفوذ به سیستم دفاعی سلول کار خود را می کنند. مانند فرو رفتن سرنگ در پوست. آنها دستورالعمل ها را وارد سلول می کنند به طوری که دستگاه کپی آن ویروس های سرنگ شکل بیشتری تولید می کند. در نهایت سلول ترکیده و کپی های جدید ویروس به دیگر سلول ها نفوذ می کنند. ما اطلاعات زیادی درباره مکانیزم بیولوژیک دی این ای از آن طریق کپی می شود داریم. اما هنوز درک کاملی از این امر نداریم که اطلاعات دی ای چگونه باعث می شود انسان از یک سلول تا یک بالغ خود را گردآوری می کند. این تفاوت بین درک چگونگی چاپ دایره المعارف و درک کاربرد کامل دنیای توصیف شده در چند جلد آن است. یک ویروس در روش کپی دی ای تغییر ایجاد نمی کند. یک ویروس اطلاعات جدیدی تزریق می کند که همراه با آن یا به جای بقیه آن کپی شود. پس چه اتفاقی برای سلولی می افتد که حاوی اطلاعات جدید است؟ سه احتمال وجود دارد. یک. اطلاعات ممکن است برای بقیه سلول غیر قابل درک باشد و تاثیر حداقلی روی کارکرد آن داشته باشد. و یا ممکن است کارایی آن را در دیگر کارهایی که باید انجام دهد کاهش دهد. 2. اطلاعات ممکن است کارکرد سلول را به هم ریخته یا نابود کند و حداقل از دیدگاه خاص باعث کشکاری آن شود. از دیدگاه ویروس کارکرد جدید خوب است. 3. اطلاعات ممکن است با دادن نوعی توانایی جدید یا مکانیسم دفاعی جدید کارکرد سلول را بهبود بخشد. تنها پیروی از دستورات یک ویروس دارای این شانس است که مکانیزم کپی برداری از یک سیستم قربالگری خوب برخوردار نیست تا اطمینان حاصل شود که تنها اطلاعات مورد تایید کپی می شود. در مورد یک سلول مکانیزم کپی برداری دستورات را در عملکرد داخلی سلول در رابطه با اینکه کدام پروتئین تولید شود کپی می کند. آن پروتئین ها واکنش های شیمیایی مختلف را کنترل می کنند. که دوره زندگی یک سلول را ترسیم می کنند. زمانی برای ذخیره قند، زمانی برای تولید اکسیژن، زمانی برای شکافتن و زمانی برای مردن. تاکتیک های نابکارانه ویروس مانند دستورات احمقانه افسر به گردان بمبافکن برای انجام یک حمله بیدلیل به مسکوست. سلول یا گردان بمبافکن تنها از دستورات جدید پیروی می کنند. یکی از دستوراتی که ویروس ها می تولید ویروس های بیشتر و به طریقی گسترش آن در میزبان های دیگر است. این دستور ویژه ضروری است. در غیر این صورت ویروس منقرض خواهد شد. گسترش میتواند مستقیم باشد. مانند زمانی که یک سلول آنقدر پر از ویروس میشود که میترکد یا غیر مستقیم باشد. مانند ویروسی که باعث عدس زدن و یک بازم پر از ویروس میشود. ویروس های کامپیوتری نیز به همین صورت کار می کنند. ابتدا برنامه نویس مخرب ویروس را وارد برنامه دیگر کرده که انتظار دارد توسط کاربر غیر مزنون دیگری اجرا شود. زمانی که اجرا می شود ویروس به سرعت از خود در بخش یا همه برنامه هایی که در کامپیوتر شناسایی کرده کپی برداری می کند. به محض که یکی از آن برنامه های آلوده توسط انسان یا به طور خودکار در کامپیوتر دیگری کپی و اجرا شود کامپیوتر جدید نیز آلوده شده و این فرایند از سر گرفته می شود. فارغ از پیامدهای اجتماعی این شکل از ویرانگری بیایید عناصر مشترک این ویروس های بیولوژیکی و کامپیوتری را بررسی کنیم. یک چیزی خارجی وارد یک محیط می شود. دو در آن محیط کپی برداری اتفاق می افتد. سه در آن محیط نوعی پیروی از دستورات رایج است. چهار آن چیز خارجی کپی می شود. احتمالا دستورات جدیدی وضع می کند و به محیط جدید گسترش می آبد. و این فرایند می تواند ادامه داشته باشد. یک ویروس خوب چه می کند؟ یک ویروس موفق باید به میزبان خود اجازه دهد که به اندازه کافی زنده بماند تا ویروس را گسترش دهد. اگرچه غیر عادی است، اما آیا این درست نیست که اکثر ویروس های موفق به میزبان اجازه میدهند که به زندگی ادامه داده و تا حد امکان آن را گسترش دهند؟ به این معنا نیست که انتظار ما از ویروس ها باید این باشد که به طور کلی طرف ما باشند. چرا که سلامتی ما زامن بقای آنهاست این بستگی به خود ما دارد موفقیت یک ویروس در اجرای طولانی بستگی به توانایی آن در کپی برداری بدون کشتن میزبانهایش دارد البته اگر با ویروس کشته شوید که هنوز به تکامل نرسیده است این موضوع به شما کمکی نمی کند. همانطور که اقتصاددان برجسته جان مینارد کینز اشاره می کند دیر یا زود همه رفتنی هست. ویروسی که به ده نفر سرایت می کند و شما را در این فرایند میکشد در کوتاه مدت و اندازه کافی موفق است. ویروسی که هر میزبان را فورا می کشد موفق نیست. مانند یک ویروس کامپیوتری که فورا هر کامپیوتری که آلوده شده را نابود می کند. اما طول عمر میزبان یک احتمال برای معموریت یک ویروس است. معموریت یک ویروس کپی برداری از خود تا حد ممکن است. صبر کنید چرا معمولیت ویروس این است؟ آیا باور ما واقعا این است که ویروس ها دارای نوعی هدف برای زندگی خود هستند؟ گفتن این جمله که یک ویروس دارای معمولیت است به چه معنی است؟ چرا یک ویروس نمی تواند به آلوده کردن یک سلول قانه شود و سپس بازنشسته شود و بقیه روز خود را به تماشای شبکه آندوپلاسم سپری کند؟ پاسخ این است. اگر این رفتار را داشته باشد ویروسی که ما اینجا تعریف کردیم نیست منظور من از ویروس تنها چیزهایی است که نفوذ می کنند. کپی کنند، احتمالا دستورات جدید وضع میکنند و گسترش مییابند اما چسبیدن به این تعریف آسان ترین راه است نکته ظریفی در اینجا وجود دارد نکته ای که برای درک ما بسیار اهمیت دارد زیرا در کل این کتاب کاربرد دارد وقتی که از دیدگاه یک ویروس به زندگی می نگریم نمی گوییم که ویروس زنده است. فکر می کند یا حتی دارای دیدگاه است. در نظر گرفتن چیزها از دیدگاه یک ویروس ما را متوجه نکته جالب در رابطه با ویروس ها می کند. چگونه و چرا گسترش می آوند؟ وقتی میگویم معمولیت یک ویروس در زندگی گسترش یافتن است؟ منظورم تنها این است که وقتی ویروس ها را بررسی می کنیم به چیز جالبی که در مورد آن بر می این است که گسترش می آبند. اگر سرایت نمی کردند و گسترش نمی آفدند، آنها را ویروس نمی و به آنها علاقمند نمی شدیم. ما به ویروس ها علاقمندیم چون نفوذ، کپی برداری، وضع دستورات و به خصوص گسترش نیروی قدرتمندی در جهان ما به شمار می رود. کشف چیزی که هنگامی که آزاد می شود به راه خود ادامه می دهد و بدون تلاش کسی که آن را به وجود آورده خود را گسترش می دهد. بسیار جالب و هیجان انگیز و حتی حراس انگیز است. گفتن اینکه یک ویروس در زندگیش دارای مأموریت است فریبی است برای درک آسانتر چگونگی کار کرده آن. می توان برای شفاف کردن موضوع دیدگاه را وارونه کرد. جهان حاوی مکانیزم های بسیاری برای کپی کردن و پخش کردن اطلاعات است. و ویروس ها بعضی از آن چیزهایی هستند که اغلب کپی میشوند و پخش میشوند. بعضی از این مکانیسم های کپی برداری مستقیم هستند و بعضی دیگر غیر مستقیم. اما ویروس هایی که ما بیشترین کپی از آنها را میبینیم آنهایی هستند که آن مکانیزم ها در آنها اتفاق افتاده و کپی میشوند. بنابراین با این فرض که فقط ویروس های موفق را مورد مطالعه قرار دادیم چیزی که درباره آنها میدانیم این است که کار آنها در پخش شدن و گسترده شدن خوب است ویروس های دی ن ای روش های موثری برای گسترش از طریق مکانیزم های کپی برداری سلول های ما یافتند مجرمانی که ویروس های کامپیوتری ابداع می کنند روش های موثری برای گسترش آنها از طریق مکانیزم های کپی برداری کامپیوترها یافتند اما آنچه که ما را با جالب تری مکانیزم کپی برداری روبرو می کند ذهن انسان است ذهن ذهن های ما هم در کپی برداری اطلاعات و هم پیروی از دستورات عالی عمل می کند. چهار ویژگی یک ویروس را به یاد داشته باشید نفوذ، کپی برداری احتمالا وضع دستورات و گسترش این اندیشه در ابتدا وحشتناک به نظر می رسد. اما ذهنهای ما به طور ایدئال مستعد آلودگی به ویروسهای ذهنی هستند. آنها می توانند به ذهن ما نفوذ کنند زیرا ما در یادگیری ایده ها و اطلاعات جدید بسیار ماهر هستیم. آنها به وسیله برقراری ارتباط ما با دیگران کپی می شوند. چیزی که ما روز به روز در آن ماهرتر می شویم. ویروس های ذهنی با برنامه نویسی ما با میم های جدید دستوراتی وضع می که روی رفتار ما تأثیر گذار است. زمانی که ریشه زنجیره رویدادها از یک رفتار جدید به یک ذهن غیر آلوده می رسد گسترش سرش میابند. نمونه ویروس های ذهنی از رسم و رسومات گرفته تا فرقه های مذهبی گسترده است. آنها می توانند بخشی از فرهنگ باشند. که وجود آن باعث می شود افراد تفکر خود و پیرو آن رفتار خود را تغییر دهند و در نهایت باعث تقویت یا تکثیر همان بخش از فرهنگ شوند. در فصل های 9 ده و یازده نمونه های از ویروس های ذهنی ذکر می شوند. در اینجا می خواهم به تفاوت بین ویروس های ذهنی که خود به خود پدیدار می شوند و ویروس های ذهنی که ساخته آگاهی بشر هستند بپردازم. ویروس هایی که به طور خودکار پدید می آیند را ویروس های فرهنگی و آنهایی را که ساخته دست بشر هستند ویروس های ترپرداز می نامن. یک ویروس ترپرداز با دقت تولید می شود تا به وسیله مجموعی از میم ها افراد را آلوده کرده در آنها نفوذ کند تا ویروس را در سراسر جمعیت گسترش دهند. ویروس های ترپرداز و ویروس های فرهنگی می توانند به طور مساوی در پیگیری شادی توسط شما خلل ایجاد کنند. اگرچه برای بسیاری از انسانها ویران کردن زندگیشان با مجموعی از شرایط طبیعی به اندازه شکست از یک فرد حقباز باز و بدنام دردناک نیست. اما برخلاف تفاوت ادراک تأثیر این دو ویروس ذهنی یکسان است. شما ندانسته بخشی از خود را از آن چه که می توانستید برای زندگی خود اختصاص دهید منحرف کرده و در عوض آن را برای انجام کاری ویروس ذهنی اختصاص داده اید. میمیتیک دیدگاهی جدید است در رابطه با روشی که از حان ما جوامع و فرهنگ ها عمل می کنند. به جای نگاه کردن به توسعه فرهنگ به عنوان بخشی از ایده ها و کشفیاتی که بر اساس یکدیگر ساخته شدند چطور است که به فرهنگ به عنوان یک مخزن میم نگاه کنیم که ایده هایی که در سر داریم آن را شکل می گیرن. و توسط نیروهای مختلف مانند ویروس های ذهنی انتقال میابند. 1. چند عدد از این ویروس ها همراه ما هستند؟ 2. آیا این ویروس ها مفید هستند یا به ما آسیب میرسانند؟ 3. آیا میتوانیم آنها را کنترل کنیم؟ چهار، آیا دشمنان میتوانند ویروس های جدیدی ایجاد کرده و ما را به آن آلوده کنند؟ برداشت از این خط فکری تاریک و حراسناک است. با این حال از نظر من با درک ویروس ذهنی می توان از آنها بیشتر و بیشتر کمک گرفت. حتی اگرچه این ام مستلزم تفکر به روش های ناشنا در رابطه با چیز هاست. من پیشنهاد می کنم که هر کاری که برای درک آن می توانیم را باید انجام دهیم و آن را رام و اهلی کنیم. به نحوی که در جهت علاق ما و علاقه فرزندانمان و فرزندان فرزندانمان عمل کند. برای شروع بیایید نگاهی داشته باشیم به یکی از سئوری های علمی که بیشترین سوء تفاهم در مورد آن صورت گرفته است. یعنی تکامل با انتخاب طبیعی.